در سالهای گذشته بیشتر سیاستگران در مراسم‌های عزاداری عاشورا و شهادت امام حسین نواسه پیامبر اسلام در روز دهم محرم شرکت می‌کردند و درباره آخرین تحولات سیاسی در این مراسم‌ها گپ می‌زدند. امسال سیاستگران در مسجدها حضور ندارند. فعالان دین در این مراسم‌ها تاکید بر ایجاد یک حکومت همگیر و مردمی دارند، حکومتی که آزادی‌های فردی و مذهبی شهروندان در آن حفظ باشد. جان و مال و عرض و ناموس مردم باید محفوظ بماند و این موضوع حساسی است که در این قسمت باید همت و توجه خاصی وجود داشته باشد. مراسم های عزاداری نباید مزاحمت شود. مهمترین نکته شهادت امام حسین علیه السلام این بود که ملت اسلام واحد باشد، ملت اسلام اختلاف نداشته باشد، ملت اسلام نفاق نداشته باشد. در بیرون از این مسجدها 10 روز می شود که جاده های کابل برای برگزاری مراسم های سوگواری عاشورا و شهادت امام حسین نواسه پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با این بیرق ها آماده شدند. هر سال دولت برای تامین امنیت مراسم های عزاداری به مردم سلاح توزیع می کرد، اما امسال طالبان با گردآوری این سلاح ها از تامین امنیت مراسم های عزاداری عاشورا در تمام پایتخت اطمینان دادند. فکر میکردن که شاید امو طالب ها باشند و مراسم مردم هم منع کنند و بسیار چیزهایی که اکثرا دیگه مردم یا دیگه مذاهب به او زیاد احترام قائل است یا از جمله امو مراسم مذهبی شان است، اونا را شاید منع کنند، ولی برعکس اوتر یک چیز نبود تا فعلا. والی طالبان برای کابل عبدالرحمن منصور نیز امروز در یکی از مسجدهای کابل در مراسم عاشورای حسینی شرکت کرده است. بیشتر در مسجدها نمی رفتند، در تکیه خانه ها نمی رفتند، اما امسال زیاد است، اما ترس که ما طالبان داریم نسبت به سالهای دیگه از انفجار کرده زیادتر است. شرکت کنندگان در این مراسم ها به این باورند که امام حسین نواسه پیامبر اسلام در راه مبارزه با بی‌عدالتی و رهایی مردم از ظلم و جهالت جانش را از دست داده است. امام حسین نواده پیامبر بزرگ اسلام در سال 60 هجری قمری با 72 تن از یارانش در جنگی با لشکر یزید در صحرای کربلا به شهادت رسید. مسلمانان پس از این همه ساله از امروز گرامی داشت می کنند.